برنامه خدا سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید رئیس جمهور کشور آقای اشرف در مراسم گشایش چهارمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا از تمام گروه های مخالف سیاسی به خصوص طالبان خواسته است تا با پروسه گفتگوی بین الافغانی با, با پیوندد و همچنان گفت که اولویت کاری حکومت افغانستان و نخستین خواست مردم افغانستان تأمین صلح در کشور است من مصطفی فیضی را با مهمانان گرامی خود این بحث به پیش میبریم مهمانان من هر یک محمد نعیم لالای حمید زی عضو مجلس نمایندگان محمد آصف فردک جورنالیست آزاد و عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان مهمانان گرامی سلام بر شما به بر برنامه خوش آمدید اقي همزاي می خوایم بحثه با شما آغاز کوویم د خلل تحلیل شما از گفتوهای رئیس جمهور احمدزی چی است که گفته از تمام ګروههای مخالف سیاسی و خصوصا طالبان خواسته ده و به پروسه گفتگوهای بین الافغانی بالاخره به با پیوندند بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اریا ما اوریا نیوز تلویزیون ټول له دنکو او ردنکو ته زړه د کومې تره مات او, أو سلامونه ورانې کوم زبد عباس د دې ځ سره شوکم د تیر ډیرلسکلنی حکومت او, او د وسنۍ حکومت په مابېز کې د سورل په مورید باندې یو فرق شیلې دلکیږي هغه ده ډیرلسکلنی حکومت طالب ته تا یا د جنگي ماشين ته د مسلمان مخالف په نامه باندې ویل وسنۍ حکومت د سياسي مخالف په نامه باندې ورته وای دغه یو فرق دی زه په داسې شروکمه تیر حکومت په دیرلسکل کې تیر شوی دی د سولې د फरक کوم مشخصه برنامه نه درلوده د یو پروژې په شکل باندې د کار روان وو و سنۍ حکومت د پروژې سره د په برنامې خې د پروسې شکل ورکی تاسوغوري, اه, دا سګوري دا افغانان د وسنی ريجمور اولنی سفر چې چنتوي کوي په چين کې د چيني چارواکو سره یو خپل پغه کانفرنس کې چې یغه ترکیه او نور د مشترک مجلسو سپاغه کې د د سولې اړیکه بنومباسو کې د عباس دېته یو امید وري افغانانو ته ورپېدا کوي چې چين کولای سي د چين په وجود کې کولای سي چې په پاکستان باندې فشار راوړي سوله راتل شي او ترکیه کولای سي چې مداخله وکړي او په فسوله کې مهم رول ادا کولای سي دلته یو شې دی دغه هغه خارجي بورډونه د سپرټرډل دي دلته کا داخلي بورډي راوخو درې خبرې دي د درې خبرې چرواشران او شکارسه در اغه وخت پرېڅي پاسېت خلک د افغانستان په اوسني ريجيم کې وی پاسا د بینت لایني سي در اغه وخت پرېڅي د مواد مخادرو کم کا چا اکبر يا د کومه کوننده په اوسني حکومت کې در اغه وخت پرې مواد مخادر نسور کېدای در اغه وخت پرېڅي واکن سولې د اغه کومونو او د اغه لسنو په توسوډ باندې ون سي په اغه کومونو کې د طالبانو سره کم اړیکېستا يا د طالبانو سره کمپین د گلولستا چې دا, دا اغه سپه توسط و دیو وجود من نسی دقیقا شما یاد کردین که در حکومت قبلی یا در حکومت آقای کرزای پروژه بود پروسه نبود اما حکومت آقای کرزای میلیون ها دلار به خاطر تامین صلح در افغانستان به مصرف رساند و رئیس شورای عالی سول افغانستان هم بالاخره به نحو از آنها قربانی صلح شد بازم شما میگن که او پروژه بود و حالا قرار است پروسه آغاز شود دسته دی یو چات چې د پر ابیتابه څوک داوه ترکی د اغه د فرڅی د ژوند زمينه برابر نسی اغه کلمس د سولې میثنه کښې دي ک ته طالب ته ایا د مسلمانو خلپ ته زموږ تیر ديالسکلني حکومت دا او تر ویل دي ستو پکښې دراسې بیلچوخه او ژوند خوندېوم ندي او دلته وشیل کیږم او بیا چې د غوې راوستل ديالسکلني حکومت د عدالت او په کابل کې ورسر نه سي د دې سپصوله کڅونه کومه کوښش دي اصلي کې د تیر ديالسکلني حکومت په وجود او په پام کې د سولې لپاره کوم انګیزه او برنامه وجود دلوې پکاتې یو پیروجې په شکل باندې وو پیسې مصرفې دلی پر مشور باندې داخلی بود یا خارجی داسې دوه بوردر لري ارڅ چې دی داسې څلک سره ورته ګوري ځلې داخلی انخوري دی ځلې خارجی انخوري دی په افغانستان کې جنگ د افغانانو نه دی کداش بورډر شکاله جګړې سوی دی د پر افغانانو باندې تپل سوی دی بل خصوص کدا وسم ک جنگونه روان دي په افغانستان کې د پر افغانانو باندې تپل سوی دی افغانستان د دنیا د رقابت د میدان په شکل باندې ګوري دلته د خپل دا خصوص داس مش ګوندین سو ګوندین یا د مش د ګوندین سو یو قدم اخوته د دلته دونه لسو غزول دي چې افغانستان یې د رقابت میدان جوړ کړی او په افغانستان کې چې خلک د سیدیته زمينه برابر کړې د حکومت کې ځین خلک د سیدیته زمينه برابر کړې چې دا بیا هم در رقابت ميدان باندې یو قانون ان رقابت ترکه شما ذکر کردین کې رقابت کشورایم صاحب وفراتر از کشورایم صاحب بل اخر کې کشورای جان د افغانستان خاتمه یافته چې بل اخر هم می خوایم د افغانستان صلح تعمیر شوه و خواسته داریم از مخالفان سی او سی, سی یا بل اخر همون مخالفان مصلي کې بقیدای اخای کړځای و تیم اخای کړځای که به انداره افغانستان په پروسه غفتاغو غفتاغو افغاني په پیوندن د دې جنگ د چا خوشن دي د جنگ سره ټول طرفونه ستړي دي بل خصوص موږ ولستون به خيز نه ستړي دي بیا طالب هم د طالب نامونجه جنگي ځندار هم د اسمان سره شو سويدي د دغه کومو خلک دي دغه ولسو خلک دي په افغانستان کې سچ کومو وسيږي په دا ټول کومو کې د طالب نامونجه یو څوک سره طالبان هم دلته یو ريجم یو نظامو د سکو سره مخامخو کووس اغه نظام یې هغه ماشين <سلام> ته داسې زمينه برابر اسي سي <سلام> د د ژوند په اړتیا باندې باسوسی د کار او د روزګار په اړتیا با باندې باسوسی زپیکر کوم چې د یو ځای په ریبا د کومکو کې د دې پسونکی زایوشي بل وایمه مستدامې شې موږ ګوره امې شاز موږ د افغانانو سره برننه یې زموږ هم سې کار نه استفاده کړي دقدر د نوړي پوری چکه د طالبانو په واشینګټن کې د خلک بکشې د زوور سره په تماس کې مجړره راځه سوله ورو د طالبانو د قبضه د طالبان پر تړل دی په کې د خلکو سره لرو د زمرد وطن خلکو سره لرو خلک مشته وایي چې پلانکي پلانکي کمانډان کې مشکوله سوسرای ول دصول سره وزکو په خوادا کې زه وجود نه درلو زه د انګېزه په وجود باندې راغلې منګر دلته چې دا کم التونه مژو وینو دا یع کم مشکلتي اوس په وجود باندې راغلې کم مشکل د وساتې پوریستا هغه یو مشکل دی مخی اراده وجود ندارد و از نسل پر اراده است. تشکر. آقای وردک آیا واقعا طالبان مخالفان سیاسی حکومت سی هستند یا در کل مخالفان سیاسی هستند یا مخالفان مسلح دخن آقای لالای گفتن که و همه هم میدانیم که آقای اشرف احمد زی بالاخره طالبان مخالفان سیاسی سی نوان کردن و آقای امزایی گفتن که حکومت آقای بارز مزرد آقای لالای گفتن که حکومت آقای کرزی مخالفان مسلح انوان میکردن یگانه تفاوت چون این چیزی اینها بیان کردن و این گفته تا چه اندازه شما هم نواستین؟ ده هست سکتن جلال آشان نامه جناب تاسو محترم جنابان وکیل سایبان استاد دیرو درنو او قدر منو کتون کت سلام او درنو اگر د مقدمه نه تیر شو وقت به مقدمه تشبیحاتی مقدمه نه که او از سوال تا رازم به سوال تان میایم اصلا در ۱۳ سال نه نا شورای نامنهاد سلحه, سلحه میخواست نه هم حکومت میخواست و نه هم خارجی ها دقیقا پس این همه مسارف و این همه قربانی ها در اینجا به چه معنا. چرا در دق... فساد اداری قهرمانی دنیا شده یک شاخه فساد اداری و من ثبوت داره من یک جورنالیست متحد هستم من یک حرف که میزنم با اسناد گپ میزنم و مسئولیت حرف های من خوده در پروسه سلام فساد وجود داشت؟ بله این میلیون ها رو پس چی میکنن که گرفتن؟ چی دستاورده دارن؟ چی کردن؟ هم شرکت کلانشان در دا 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 داخل کابل و باز شعبات چوچی چوچی در هر ولایت بر ما بعضی ولایات نمونه بیارین ده همسایگی کابل نمی ده, ده سال کنجا ماش دالری میگیره پرسونل از موتر از ده پانزده نفر با یک نفر حرف زدن تا گست در میدان دخن به بالای جواب طالبان مخالفان سیاسی هستند یا بقیده حکومت آقای کرزی مخالفان مسلح میشه میشه در بعض موارد یک مخالف سیاسی مسلح هم شود مجبورش می ساده من گپ جناب لالای و تایید می کنم که ما سی و پنج سال تراجیدی بزرگ جنگ افغانی نبود این سر ما تحمیل شده چی استعمار سرخ چی تا امروزه این جنگ جنگ افغانی نیست تحمیل شده امیالام موره های است در شورای به اصطلاح صلح که ولی امی پول میلیون ها رو پر به این پروژه اگر مصرف میکردین ایره برای افغان متحده که این ذرفیت داشت که با دو طرف میتانست گپ بزنه باور کنین یک چیزی میشد ما یک جمعه رو بباشید آیا کسایی که در شورای علی صلح بده این ظرفیت نداشت نه نه خیلی نداشت و نداره و تعداد هست که اصلا صلح را نمیخواید ما ببخشین اجازه بتین من یک جمله مرحوم مارشال صاحب مثال میارم در 13 سالی که یک جمله صلح که بوی صلح از می آمد جمله مارشال صاحب اون جمله کدام بود گفت که صلح جاده یک طرفه نیست در صلح باید یک چیز بتین در یک هدف که میخواین و یک چیز بیگیرین نه ای که قانون قبول کو سلاربان نوکرم باش میگم من طالب باشو نمی کنم من یک سوال دارم دو تا وکیل در پالی ماست همین سه سال اول طالب کجا بود؟ بفردیر کی ساختش؟ کی د دا دامن آی ایس آی انداختش؟ وطنا ده هلمند بود چرا جنگ افغانستان شمول شد؟ ما سیزده سال پانده سال در سنگر بودم بر ما جهاد افتخار بود هیچ خسته نمی شدیم لوژیستیک بود، مصارف بود ای از کجا میشه؟ شه؟ نه شورای صلح می صلح نه نه حکومت نه خارجی ها مخصوصا مخصوصا ببخشید من ما آدم بیادب نیستم باشد. چرا راست گفتن افت کلام است نه دروغ گفتن در جملات بسیار ادبی لعنتی آی یا آی، یک افغانستان آباد صلح امنیت قوی را چرا نمیخواد در سرحد زندگی میکنن مجرد که قوی شدی صلح شد آباد شدی پاکستان تجزیه است باشد. آقای وردک شما گفتین که یکی از حرفای یا بالاخره یکی از جملات ماشال خدا با ماشال بله. شما نقل قول کردین گفتین که صلح جاده یک طرفه نیست بله. دقیقا دولت افغانستان همواره آغوشش باز بوده اما این بشار. مخالفان مسلح یا بالاخره مخالفان سیاسی بودن که همواره توسط انتحار انفجار و بالاخره عملیات گروهی جواب دادن وقتی که یک مجبور شده و هر کار غیر انسانی را میکنه وقتی که مجبورش ساختی سه سال کجا بود در زراعت نمیمانی بخششیار را پوشش بسته کردی در قلا نمیمانی در تجارت نمیمانی مدرای در قلای خود در قلای خدا مدرای در اتاق خود پشت زن خود پت میشه اونجا هم در وزر مشکنانی اینجا قرآن چی حکم میکنه که از ناموس دفاع کو یا از اوباما و کرزه قبول کنه ببینین یک کسی را که مجبور ساختین او امی بیست و پنج هزار فامیل که از شمال تا امروز در خیمه در سهرهای گرم هرات و فرا زندگی میکنه از اونجا جای است تا امروز قلای شدادی زمین شدادی امو پس در قلایش بود ببینین یک کسی که به ناموسش تجاوز شد بالاخره او از مجبوریت من کدام سخنگوی طالبام نیستم ببخشید ما واقعیت ها را میگم ما به صلح ضرورت داریم ما به امنیت ضرورت داریم تمام شعارهای جناب غنی که تا امنیت نب... نبیایه برای ما شعارهای هوایی است و بر ثبوت هم دارم. دا. آقای نیازی آیا میان خواست های 13 ساله آقای کرزی و خواست اخیر آقای احمد زای تفاوت وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت مهمان شما بیننده های عزیز تلویزیون شما اجازه بتین که یک موضوع حقوقی را مطرح کنم و است که تمام کلمات در واواجه ها در فرهنگ ما به هر زبان و به هر منطقه که باشه باری حقوقی خود داره بله مخالفی سیاسی ادیاز حقوقی باری مربوط به خودش داره و مخالف مسلح از لحاظ حقوقی باری حقوقی مربوط به خودش داره دقیقاً بشار مگر اجازه هم بده که این موضوع را باید بگویم اگر نه که این موضوع را نگویم باید این سیاسی بزنم بگم گپ زده بروم بگم من اشرف غنی خوب آدم بود کرزی آدم بود در غیر از او باید این کلیبه را برای کسایی که ما را می‌بینن و سری مسائل گپای ما را می‌شنون اونا قضاوت کنن بله بفرمایید مخالف سیاسی برای او عده کسایی گفته می شود که در برابر حکومت منطقی مدنی و علمی میستان، اما مجرم نیستن حق دارن اینا مخالف سیاسی هن. مخالف مسلح به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مخالف مسله دولت های مشروع اگر دولت ما مشروع است حکومت افغانستان یک حکومت مشروع است مخالف مسئله ما به دو بخش تقسیم میشه از لحاظ حقوقی یکی مف... به نام مفسدینی که راه ها را بگیرن مردم را چور بکنن دزد باشن کورک باشن راغیر باشن اینها و یکی باقی در صورت که ما حکومت مشروع منتخب حکومت داشته باشیم که به حقوق حقی مردم افغانستان رسیدگی کرده بتانه نه باقی باز برای کسایی گفته می شود که علیه حکومت نیستند برای سقوط حکومت مشروع می خواهند کار بکنند با او خاطر نباید خلط شوا بین کلمات و باری حقوقی کلمات را ما نادیده بگیریم اما طالب چگونه مخالف است؟ آنچه که مخالف سیاسی مخالف مسلح طالب یقینا مخالف سیاسی نیست وقتی که ما میگیم طالبی که به صلح امرای تو نمی آیا، طالبی که مردم میکوشه طالبی که انتحار میکنه طالبی که در مسجد انفجار میکنه طالبی که قرانای کریم انفجار میته طالبی که با هیچ چیز سر و کار نمیخواد داشته باشه جز تفنگ چطور میتونه مخالف مسئله نباشه یک چیز بیا این فراموش نکنین روزای اولی که رئیس جمهور غنی تا هنوز رئیس جمهور نشده بود امیدواری مردم افغانستانی بود که با آمدن دکتر اشرف غنی شاید دروازه های سال برای مردم افغانستان باز شود اما شما دیدین در اولین روزهای حکومت رئیس جمهور غنی اعلامیه ای از شورای پشاور و طالبان پخش شد و در او چندین موضوع را یاد کردن که من همه او چیزها را نمیخوام وقتا نزایه بکنم دو موضوع را اشاره میکنم اونا گفتن حکومت وحدت ملی در اینها یا حکومت افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی حکومتی است که مربوط به افغانستان نیست و اینا حکومت امریکایی است ما علی از یا میستیم علی از یام میجنگیم شعار بود که در 13 سال گذشته بود همتنیم. که در 13 سال دوام داشت اما تفاوت با دیدگاه رئیس جمهور کرزی چی بود دیدگاه آقای اشرف غنی رئیس جمهور کرزی اما قسمی که آقای لالای گفت کمتر علاقه داشت برای صلح بیشتر به شعار میرفت و ما خاطر بود که در 13 سال ما نتیجه از صلح گرفته نتونستیم نه شورای تانیست کاری را بکنه نه مردم تانیست نه نه رئیس جمهور نیست نه ما و نه کشورهای همکار با ما اما او طالبا را برادران ناراضی میخواند بیاین برای مردم افغانستان یک چیز روشن کنیم ما تعریفی از دوست و دشمن در حکومت بتیم برای مردم افغانستان آقا نیازی به تعریف دوست و دشمن در, در سوالای بعدی بر برمیگردیم اما مشخصا بالای جوابه آیا تفاوت میان خواست اخیر آقای غنی با خواست سیزده آقای کرزی وجود داره؟ دقیق اون او تفاوت خو... چیست؟ چی آقای کرزی میخواست به شکلی از اشکال طالبا را به نام برادر خطاب بکنه روحیه به شکلی از اشکال روحیه اردو کسایی که روزها صدها قربانی ما از اردو و پلیس و امنیت میتیم اینها ناامید بودن فکر میکردن که اگر اینا برادرای ما هستن ما چرا برادرا ما نکشیم رئیس جمهوری فعلی ما اینها را مخالفین سیاسی میگن مخالفین سیاسی به نظر من اینا نیستن و دکتر اشرف غنی آدمی هم نیست که نفهمه باری حقوقی کلمات ها. اما شاید علاقه من به صلح باشه و خوش باشه که با این کلمات بتونه که طالبان را به خود بیاره اما من از اینجا میگم هم ای روانی مردم افغانستانه دار میکنه و ضعیف میکنه هم اردو پولیس و امنیتی ما را در افغانستان ضایع میکنه و ما را رنگ زرد میسازه و هم طالبا به صلح و پروسه نمیان بسیار کوتاه های نیازی مخالفین سیاسی یا بلاخره نام دادن اشخاص به نام مخالفین سیاسی چه تاثیر بر روحیه نظامیان کشور داده میتونه داشته باشه بسیار کوتاه بسیار کوتاه اگر شما طرفتان به عنوان دشمن خطاب کردین دشمن دشمن بالای شما چه حق داره حق دشمن است که اگر با شما صلح کرد شما هم برش صلح میکنین دشمن ها، دشمن به این معناه نیست که از لحاظ دینی وقتی که دو گروه از مسلمان ها با هم ایستاد میشن یک طرف هم مشروعیت دارن طرف دیگه میگه من مشروعیت دارم اما حکومتی را که امروز ما در افغانستان داریم و مشروعیت هم داره وقتی که ما برای از این مشروعیت میتیم طرفی که اونجا استاد میشه و این جنح سلمی فجر نحله ها اگر آمادگی برای صلح داشت شما هموار کنین زمینه های صلح برای یزیا اما وقتی که اونا آمادگی برای صلح ندارن شما را میکشن و شما برادر خطاب میکنین شما مخالف سیاسی خطاب میکنین آیا این اسکر و این اردو و این کسایی که در برابر طالب می جنگن اینا ما تاثیر نمی ما چقدر وقت با برادر آمان جنگ میکنیم؟ با. باید تعریفی از دوست و دشمن به وجود بیاید بین ده های عزیز وقفه داره پس از وقفه برنامه نگرش همچنان باشه به بر ادامه برنامه نگرش خوش آمدید آقای لاله دو تا سوال اولی که آیا طالبان مخالفان سیاسی هستند یا مخالفان مسلح؟ خم تعریف شاقای نیازی گفتن گفتن مخالفان سیاسی از رای منطقی مدنی و علمی میستن در مقابل حکومت به خاطر مشکلات که در حکومت است و مخالفان ها گفتن خلاف قانون و بزور هر آنچه خواستن میکنن و دو دونه تقسیم کردن که مفسدین و باقی پشت و سوال دومي كه گفتن كه مخالفان سي او سي خواندن مخالفان مسلح دغهن تاثير منفي بر روحيي نظاميان كشور دره اين تاثير در 13 سالي كه گذشتو موجود وشت بفرمايي د 1 يو خود د طالب تعارف د چسن څوک طرفوال نه سي 13 طالب د 2 څوک خالد د طالب د نامسى وړدل دي يو څوک په ويليت بند بسكي او ويليت نور ول ميز په ويليت كصولس والي دي په دی ویلېټ کڅوړې اولته صورت کومه خلک وسیجه یو څوک چې د چا پرابېته باندې دروست معلومات ونی لري به یې پر هغه باندې باس ونه کوي او کبااس پر کې دغه سی باس پر وکی څه څه داوري دي طالبان څوک کټګوري دي اغه درې کټګوري مشخص دي څه معلوم دي په فرماي د طالب نوم چې پرې شي دي دغه خګور مجاهد الکایدا طالب دیش دغه ارړه دل جن جن جلا جلا علیحدہ علیحدہ تعارف لري علیحدہ دغه باس وړي پر کولې سي نن چې دا <سؤال> زبتدزس دا بشروکه ورسه با غدري کټګوري ترسم اغه څوک چې او څوکي جنګیج استاسره د قانون دफारه قانون نمنې وستا قانون ستا حکومت ماته د منول وړنه دی یو څوکي استاسره پڅنګ کې ناسې قانون نمنې د دغه سړي او د اغه سړي ته ماته فرق راوښه په د حکومت کې خلک قانون نمنې مصلاګرو فون درلود غصبې او کې چوري او کې خلاوی او کې خلګي وجد د دغه سړي او د اغه سړي د دې ماته فرق راوښه یتي په غری کې ناس او څوک فرق نیسته که ونه در مقابل <سؤال> حکومت تواسط ز... تفنګ نه جنګنن و کسایي کې بل اخره به په نهو ازا نه مخالفه ز... مصاله غوته میشن ino در مقابل حکومت او مردم افغانستان با سلامې جنگل دښدي زوب راس د بسما با د اسره ټول کو طالب د ریکټګوري دي هغه چا ته طالب ویل کیږي چې پردي د خوا پرموش باندې تامین لسويدي هغه ته خو نسړی د ورور په نامه باندې ویل سي داسې مخالف په نامه ویل سي چې پردي و سفوري روزي یو هغه هغه څوک د 16 د اکیډي پر بنیاټ باندې جنگیږي ست نه زمورتو مشروعیت نه لري یو دغه طالب دی یو هغه طالب دی چې ستاسو د ظلم سیتوپک پلاس کېول دي غیره ته قاتل دی د ښه اشاره یې آقای غنی بر کومه یەک از این کټګوري هاست البته اشاره اخیرش کې گفتن بیاین در پیوند در سول بین الافغانی بیاین به پیمنده ګوره د 3 مسلې سره ترډل دي سول 16 مواد مخضر او پاسات دموادی مخادر په لیکو کې څه کوم ولارد دي س دا اوس ځخه بل د موادی مخادر سره د مبارزې د کمیسيون رئیس سنتز ما ځام يا شپه متباتکه مویل دی په کمیسيون کې وایي چې زموش په لیک اندار کې بل خصوص په المانو د کندار ځنی برخي او دروازغان او زدر پراپری په دغه منطقه کې د موادی مخادر جنګ روان دی خو البته مشخه را وینو چې وکچا اکبر دیشو پنځه دیش په پرکلری په عرب په پرکا کې پنځوس نه پر لري دریو سلور لڼکوزر لري داسره خلګ روان دي به حکومت سر جنگیږي حکومت دونه اكمال نه دي دوی په زور تیریږي ایا دات علي بده دا طالب دي خدادلته د مواد مخادر یې واره شاور غل ده بل ډله ده د خپل فساد په خاطر باندې چې الته ګمرکوونه چریږي مونټی کې چریږي غیر مسول اشخاص لري په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې موږ وردلې غیر مسول اشخاص لري جنگي د خپل فساد په خاطر باندې چې دلته نامني روان دي زما يم ستای را سی دا ارخونه سره جلاکو د دا ډاکټر دا صاحب اشرف غنی او زموشو د ډیرلس کال غشتنه چې د وsum دغه جغب جورته کړی دي ستاسو د سیاسي مخالفت نه مې پر کشش شوی یو سیاسي کراددي یو سیاسي مخالفت یې ماله یو سیاسي کراددي هغه څوک دي چې د ټوله دنیا سره پروتوکولونه کوي دي په افغانستان کې بیا اوموند په یو په بل نامه باندې ونده غوښتل دیر خلک دیر خلک په اکبر کې وره یو سیاسي مخالف دی چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او هغه ته اقعدي چې هغه دوه بورډ لري یو بورډی هغه دی چې د حکومت کې د دین نه حال خلکو د لاسه څخه د هغه په توسو دي کورونه 447 دیمز کې 700 دي هغه توپکه خص دي تل دي د دشمن په غیښ کې نه و تل دي د ډاکټر صاحب یې وايي شر هغه اړه د دویمې شره هغه افغاني اړخ طالبان و ته چې همیشه د 200 سوی استفاده سم دي همیشه د 200 سوی استفاده سم دي تل دي په لیکو کې درې دلته او دوی خپل عکس په حکومت کې نه دی دللي هغه سیاسي مخالف او اره ڈیزائنې په نامه باندې چې تاسو دورتګوري چې دا نه زمو مخالفنی کويس په شته د دوستانو سره کې په افغانستان کې دا شویلات او دا شولسوالي او دا کوم نسله د تعلیم په نامه باندې خلک له موږ په لاله ا ما میدانم او آقای نیازی هم وویل چې در علم او حقوق هما چیز مشخص است مخالف سیاسی مخالف مسلح او بل اخر مخالفین دیگر دقیقاً بازم شما میګن کې کسایې کې تواسط په څنګه می خدای افغانستان حکومت به دز بګره په دسته خود بګرنه او په بالاخره در حکومت خوده ببیننن اينه مخالف سياسيستان د څه دي تاسو وګورئ د عدالت د طالبانو ځینې رابري نهسته طالبان هم دونه به فهم او به فکر خلک نو نه داسي وکور کښنه کتل ول چې دغه غریو افغانستان کتل د دوه ډیر مشرطابنه دغه وخت وزیر د خارجه او وزیر د دا داخله او کمانډانا نه جنگي او سياسي خلک د دوه وجود لري در اغه وخت پرېچې ته سیاسي ونده په حکومت کې یو دغه سي نیروتا ورنکه سي اغه برحال حکومت په لاس کې و د برحال حکومت په لاس کې و ستاسو د اغه نظام د خریجان په توسوده بینور چېغه ته ونده په کې ورنکه نو ارامي د کوم خوارزي مجاهدین زده یو باسر دغه باسر دسر ورو د روسانو تل ف افغانستان کې حکومت د ډایرکټر نجيب حکومت حکومت جوړ دغه ډلي وټ په لونو د جنگ بیا په خاطر ورسرکاوي خپله حکومت کې ور و ور د ځینګ ورتل ایا هغه ډلو ته په کم سره باندې ور کول کېدل د یاده ونده په کم خاطر باندې ور کوزونه د سیاسي مخالف په نامه باندې کېد निजामي مخالف په نامه باندې ځمتی راسي دغه د دا افغانستان او افغانستان دور ته نه دی په افغانستان کې کړه کړه دغه په پمبون کې د فیصله 300 او 100 دغه د واکه سنه وېستلې نن په افغانستان کې زموږ د خلک افغانانو چایستي پادانه کولې دا اکای کراس سره بیان کو چې کم کم ټکي کې مشکل ورکیږي در هغه وخت پرې په افغانستان کې سولره راتللی نشي چې پروژې په برنامې کې تبدل سوی در هغه وخت پرې په افغانستان کې سولره نشي راتللی چې د افغانستان د یو کټلا چې نظامی ماشينې ته طالب تر انوالل شي دې ته په حکومت کې ځای ورنکه او در هغه وخت پرې چې زموږ د خلګو سره چې زموږ هغه خلک چې په سولره کې کار کوله چې په سولره کې رول لوبوله سي د هغه خلګو سره د واقع سول د لپاره استفاده ورنسی په افغانستان کې سولره نشي راتللی یو شوار د سوق شوارونه ورکی د شوار د د شوار د لارې سولره نشي راتللی دلته زوائم د سولي کم د سولي د شورا رئیس خضر بخښلی ابراهمن الدين رباني چې په شهادت باندې ورسېدی هغه ځان تانګه زادرلودل دغنن چې په هردو جو بدخشان یا په کابل او په د افغانستان په نورو منټیکو کې انتار او په ام بي جار کېږي د ځان تانګه زلری د دوستانو په وسیله ازماده بس اورې دون کوم په دی باندې پويږي یو دغه با ستې څوک ام بي جار کې څوک انتار کې خو ما درته وویل شپوش د شکاله کیږي په افغانستان کې پر افغانانو باندې جنگ ته پلسو دي د پردوی جنگ د افغانستان د رقابت میدان دي موږ به د پردوی رقابت دلته یو داسي قانوني او قانوني بڼه او مشري بڼه وځیت نور کو هغه ته به د دشمن پسترګ غورځي د پردوی برډامه او زما ستر چرور په جبا کې ولارد دي دی د مسلمان مخالف نوم مپرځ ده د ساسر په دي خطر باندې نه دی ولارد چې تا وښیني او تا ساسر مشکل دي د ساسر په جنم باندې ولارد نه دي چې هم د دې وطن د از تشکر د لپاره د دې وطن د ازادي لپاره قرباني ورکړي دي را سی یو غټ کور سره جوړ کو ک سر کی زیادو چې خلک پرچمي مجاهد کی زیجه طالبوم دلته زیجه پاک خلک پرچا پاک خلک مست اصلا کی زبد عباس دلته راټول ک افغانستان یو ش ادلي او قضايي اغ نظام تر چلری په کې عدالت تشکر اقای وردا فکر میکنید ک طالبان خاصه رئیس جمهور غنی را به اخره ب پذیران و بیان ب گفتگوهای بین الاقوامی به پیوندند جناب فیض صاحب اجازه راکی مایوسی یاداشت نیولیک د تاسو په تنهم کې ځواب دی جناب لالی صاحب زنه خبرو څخه زما په نظر لرم واقعیتونه دي ولې زه د 15 ډیر شکاله د دوه ترجدي شاهد یم 15 شکاله د جهاد په سنگر کې هم او ځاینی شاهد یم او مجاهدین هم مخا خطر بعد از تاوردن قدرت بل اخره په جنگیدان تیزه واقعي ببنین در 35 سال تا امروز کدام حزب کدام جریان مسلن نبود که امروز طالب نباشه نشان بتین نمیال آم هستن یکی و یکی طالب از کجا تولد شد از جنگای داخلی باور خو ما می دیدیم که ولست میخواست خب ما میدیدیم که وقت چی گپ بود از دهه افتاد است بله اگر ما از نیاییم استاد محترم ما نظر موافق دارم که از دید منطق حقوق و میلی گرایی صحبت کنه اول لالایش از دیگه زاویه ما باز میگم کدام طالب ای اسایده چری طالب امریکایی ده طالب انگلیس ده چری طالب ایرانی ده چهره طالب یا افغان مجاهد سابقه فعلا یک تعداد افغان طالب آیا رهبری این همه طالبان را که شما مشخص کردین یکی از یا همه رهبری های جداگانه دارن؟ نه جداگانه دارن مثل که احزاب ما داشت اگر ما ایده بگوییم که پاکستان طالب وجود آورد باور که آورد مگرم یک تعداد طالب او اساسیتی که ای طالب با رژیم منحوس آی داره که داره که نیمش کشته نیمیشه زندان است خیلی تو ما هم باز مجایدیم چی بگویم خمام، ما هم ماجر بودیم مگر من اسلام آباد ماجر نبودم من در پیشاور اینجا در خاک خود کردوال بودم خو این بسار میمانیم مشخصا یعنیم. بالا جواب آه. آیا خواست رئیس جمهور غنی بلاخر از طرف طالب ها پذیرفته خواهد شد؟ اگر اگر ولس غنی بر راستی اراده قوی داشته باشه و او را آی اس آی بانه و خارجی ها هم بانه غنی دیگه چاره نداره که صالح نکنه که صلح نکنه حکومت کرده میتونه یا چه اگر صلح تامین میشه چه زمان صلح میتونه تامین شود وقتی که اراده باشه آیا اراده را حکومت وحدت ملی در کل داره ما میبینیم ما سی و پنج سال در شعار فریب خوردیم شعارهای سرخ بود و که لباس مختلف و عدای مختلف مگر عمل چیز دیگه بود اگر اراده قوی باشه ما تضمین میکنیم هستن اشخاص که اینمی ظرفیت داره میتونه دو طرف ها. اعتماد دو طرف است اونجا همین شورای سلو تا یک که برو پیش یک طالب از میدان رو طرف تر شو نگرد یک چیز دیگه است من اشاره کردم برای حقوقی ببینین اگه این نظام شما قانونی میگین من نمیتونم بگویم من ثبوت دارم دو تا وکیل پالیم شیشته محترم بفرمایید نو... سربیش ثبوت چی هست؟ ثبوتش آقای نورستانی روز اول اعلان کرد که هیچ کدام قوانین پوره نکرد من سی فیصد بخشیدم یعنی قانون اساسی رو فوتبال کردم هدفتان از ثبت نام بله... نام زدان است یکی یکی اگر از منطق قوانین قبول شده بین المللی، افغانی، اسلامی و ملیگرایی بگوییم وقتی که اختیار هوا را نداری، زمین را نداری، نان مردم میته که حکمم کرده میتانه تذکره نداری، نفوست معلوم نیست، فساط داری قهرمان استی و پایتخت چتل قهرمان استی در دنیا به کدام منطق ملیگرایی انتخابات مشروعیت میتید و چی درستش کرد خارجی ها ملت ثابت ساخت که شعور سیاسی داره ملت ثابت ساخت که در دموکراتی به چرا دین ما دموکرات کرد به چی مسخرگی برت تاوردش مشخصا بالایش وحدتی ملی بود که دگه راه را بر اشغالگرا بند کرد بره. آقای وردک مشخصا بالای جواب آیا خواست رئیس جمهور غنی بالاخره از طرف طالبا قبول خواهد شد اگر اشرف غنی که میخوایم به راستی اراده داشته باشه هیچ کاری نمیشه چرا ما از دربار خداوند ناامید باشیم گناست امکانش هست به شرطی که اراده باشه به شرطی که آی اس آی بانش به شرطی که امریکایا و خارجی ها و ولوس میخواه سال را ما از جنگ بلیاز خدا بس هست جنگ لعنتی بس هست سی و پنج سال در عوض خون شنا میکنی ما افغان هستیم که روس شکست دادیم انگلستان شکست دادیم دیوال برلین تو کدیم اروپای شرقی تو کدیم ما برای خود چی کردیم این ملت برای عزیز که صرف قربانی بته که دگاه آزاد شود شفغنی یکی یک تعداد مفسدین که که در سی سال ملت از او خاطرات بد داره لطفا از صفوف پس کنه پاک بیاره جوان های بیاره و لطفا با جناب دکتر سب عبدالله که تو میلیگراه های هم هستن یک رای درست کنه اگر این کوه بارود تشکر. با فلته از که باز خطرناک میشه برد. آقای نیازی آیا تنها اراده کافی است به خاطر آوردن سال در افغانستان یا اینکه پلان و استراتژی باید ساخته شود ببینید صحبت در مسائل سیاست های کلان شناخت کلان و مطالعه سیاسی کلان کار داره احساسات خرابی میکنه آدم تا وقتی که کلان به سیاست نخونده باشه نمیتونه کلان از سیاست صحبت کنه ما در حدی که خودم میدانم اویست که افغانستان به صلح نیاز داره صلح یک ضرورت است و ما تا به صلح رو نیاریم با از بین بردن کشتن بستن افغانستان به طرف ثبات نمیبریم این تجربه شده اما چی وقت ما به صلح رو میاریم ما وقتی میتونیم صلح واقعا من یک پدیده خوب برای مردم من پیشنهاد بکنیم که حکومتی را که فعلا با هر چی که جناب گفتند که هر بلایی که شده با همه کمی ها و کاستی هایی که به وجود آمده باز هم یک حکومت است بله اینمی حکومت وحدت ملی را که از مجبوریت به وحدت ملی ما رفتیم نه از عقلانیت آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی این حکومت را تا هنوز ببینین که توانی در طی یک ماه بیشتر گذشت برای از اینکه کی کدام وزیر در کدام جا بگماره گماره هنوز چانزنی های کلان در دا داخل حکومت با آن که مطبوعاتی نمیکنن وجود داره اینا اول خدا بسازن دوم تعریفی از دوست و دشمن شوه طرف دشمن یک طرف شناخته شوه اونها نماینده هایشان تعیین کنن من موافق به این هستم که طالب طالب است طالب امریکایی، طالب پاکستانی، طالب ایرانی، طالب افغانی، طالب زمین هر چی که از طالب است و زیر قمانده بیگانه و ظاهرا زیر قمانده ملاومر ولی زیر قمانده امریکا و پاکستان ایستاد هستن اونها نماینده هایشانه اگر بخواهند تعیین کنند بی‌طرفترین چوره ها در افغانستان بی‌طرفترین چوره ها که میگم هدف هم از کسایی که شریک سیاسی در این تیم ها کمتر باشه چرا هیچ وقت کسایی که عامل جنگن آشتی توسط عاملین جنگ به وجود نمی آید آقای نیازی مشخصاً بالای جواب امی امی امی, امی، امینا، امینا، امینا ها چیزهایی هستند راهکارهایی هستند برای ایجاد صلح حکومت داری خوب شناخت از دشمن ایجاد یک کتله عظیم و بزرگ از چوره هایی که حد اقل طرفین سرش اعتماد کرده بتونه و قانی ساختن کلانی در سیاست کشورهایی را که جنگ در زیر پای از واست بله شما میدانید که جنگ افغانستان رهبری جنگ افغانستان و ختم جنگ افغانستان زیر پای امریکا است. جنگ افغانستان رهبری جنگ افغانستان و ختم جنگ افغانستان زیر پای پاکستان است اما یک چیز دیگر باید آقای مد نظر داشته باشیم که امریکا در 13 سال بر اخره شاید هزارها عسکرش در اینجا به قربانی شده باشه و میلیون میلیارد ها دلارش به مصرف شد رسید به خاطر شما نمیدونید در, در افغانستان و در کل شما دقیقاً یک آدم حقوقین میدانین در سیاست های کلان مساریفی کم برای رسیدن به اهدافی کلان در, در سیاستی کلان ارزش نداره <applause> ما قبول دارم که بین سیزده سال امریکایی در افغانستان زحمت کشیدن اسکر دادن جان دادن پول دادن امکانات دادن اما آن چی که برای افغانستان کردن امروز چیست ما چند چیز ضرورت داشتیم در افغانستان با آمدن امریکایی و خارجی برای صلح اول نیاز داشتیم که امروزی روزی که امریکایی آمدن جنگ بود و امروز بدتر از او روز است با. ما برای مبارزه با مواد مخدر ضرورت داشتیم که کلانترین کارهای قاچاق توسط نیروهای خارجی در افغانستان صورت گرفت ما برای حکومتداری خوب ضرورت داشتیم که عوامل فساد در, در, افغانستان 80 فیصدش زیر پای خارجی ها بود در قرار داده ها و همثال یزی که هزاران هزار مسائلی را که ما امروز درگیر هستیم عواملش خارجی ها بودن تشکر. با او خاطر ما باور ندارم که با با شعار با صداهای میانتهی با با چیزهای مردم او فریبانه و عوام فریبانه ما بتانیم به صلح برسیم باید حکومت وحدت ملی اول خود بسازن بعد از او طالب من... یک طرف مسئله زور نه یک طرف مخالفین سیاسی مر. طرفی طرف مسلحه زوراوری با امکانات بشناسن و اونها را به حکومت بیان سهم حق بتن اونها را در پهلویشان رئیس برادر و هم قسمی که آقای کرزی میگفت نگاه کنن ده غیری از او ده ازو یک چیز فراموش نکنیم اگر رئیس جمهوری ما مثل رئیس جمهوری قبلی عمل کنه طالب به مخالف سیاسی گفته برون و طالبا انتحار کرده بروان انفجار کرده بروان کشته بروان بسته برون و حکومت هم تضیف شده بروه کسایی که مخالفین حکومت در دا داخل نظام هستند حضور حکومت به یام نرسه که بحث. اینا را هم وار بکنه افغانستان به طرف بحران و بی ثباتی می روه بیننده های عزیز وقفه داریم پس از وقفه این برنامه را چنان دوباره با ادامه برنامه نگرش خوش آمده تا لالای رئیس جمهور غنی میگه که اولویت حکومت افغانستان و خواست مردم افغانستان تامین صلح است آیا تامین صلح در کشور بدون میکانیزم و بدون پلان صورت میگیره یا اینکه باید همه چیز خواسته شود دسته دی ده, ده خو یو واقعیت چې دغه مشکلات تر رسیدګي ونه سي لکه ما چې په تیر بحث اشاره ورته وکړه په خپلو تیرو خبرو کې چې دغه څو شیان دي زده سره تړلي دي یو ښه حکومتداري که په وجود باندې رانسي مشکله د ته ار غیله تونه پیدا نسی صفاقه کی یو بخش د مواد مخادر پورې ترلې بل بخش په پاسات پر ترلې بل بخش په هغه افراد او اشخاص پورې ترلې چې دغه په افغانستان کې اهمیت ناشونې دي دغه چې کیږي چې دغه ټول اسلامي دغه وخت پورې په افغانستان کې سولې نسی راتلې تیراس دغه صوبا سرګړې نکو یو مسله ده چې موږ ارغه کی څوک کیرانه دي ک پلان کې د سرګړو وې د ټول باندې Taliban نمبر ګرځي زه هم د Taliban د مملکت د اسلامي مملکت ته پاره یو حقیقت کله د طالبنی د غد جن د چا په توسو درسيږي یعنی اغه طالب چې د پماجد کې ما ته ورړي اغه املا د موږ د اغه املا پستر ګور چې توپکه بلاس کې دي د څو طالبو کې خدای انتاری میکنه بل څه جلا کو هر هر طالب د زان د پر نمبر طالب نه نه انګیزل لري اغه څو چې د لند کوزران باندې سپورت یده اوس په بدخشان کې جنگیش د Taliban چا کوي په بدخشان په بدخشان کې د مو مو خدیرو جګدی زه په مسولیت سره وای لسم چې االتلکه انې په علم کې جنګ دا غسی په مادي بخدیرو دو پودر او پاپر کېدي په پا جلال آباد کې پښتن کې کېږي او دا ځینې ګوره مواد بخدیرو ګوره دا طالبان سره به سوکو پلان سو ميكانيزم میشه چې مو شمو د افغانستان صلح تضمین کوئ بالکل کیږي ګورو يم زکه اغه سوزي چې ور پربالي زموش پر خلک د سولې په معنا زموش خلک ويږي د سولې پر ارزښت زموش خلک ويږي زموش خلک په دقیق موکس وسول سوي دي کروسان د دي خورا غل دي مشتراي له ک سويدي خلکو پروتوکول سره کړيدي په ما کې په کندار کې خلک وجیل دي پر دا لار نور ټول ولایتونه الټرار رسیدل دي کده طالب در انوان لاندې د اخواس سوق وې د سويدي ام اولي ازما پر سرګام راشي دي او کده د تروريزم او د القاعده په نامه پېدا سويدي ام اول سوشل کنن د دیشب نه به باندې پېدا کیږي ام اول ما وښ دي د تسوش شندس د سره سرګړنه کې راسي تیتی وساکه اكثر واي اصول <سؤال> اصول <سؤال> ترول <سؤال> افغانان زور لري د وسني حکومت په وجود کې موږ د اراده وینو پکات موږ د پاره چیچ پکاري فصت اپرادو اشخاص د حکومت د لیکسو وسی اغه بنجان چې د وسله طالب کلمې لا دي ستاسو د خلکو په کابل کې پرژو پر لوټه ټګول اي د طالبانو خپله یو قسم تزات او جدرلود اغه باندې خاني چې موږ په خلکو باندې د طالب پر نوم ډکه دي صادقانه دي اغه دي لاسه که موږ په اسبار راز د دوسیا شوه د دلته داسي دي موږ په دې باندې پي پد حکومت کې ځینې اپراتور او اشخاص نه وتل د غاصب مفسدین قاتلین د پروډي پروتوکول نه نه وتل دي چې نغ وړي په دا شکایت سره راغله چې په افغانستان کې جنگي د دوی چوکی په دي زه دا وس په حکومت کې تا تر ډیر خلک درشه در هغه طالب دی ماته خطرناک دي چې داخل په نظام کې پمکانینه کې پنځلکه لپاره کوکه نوم نه درښوواله بله آقا يردک آیا حکومت وعدت ملی میکانیزم و پلان به خاطر تامین سل و آوردن سل داره یا اینه که به مانند آقای کرزه باز هم خواستا و خواستا و خواستا جناب فیزی سیب چی میکنه که نمیاره چاره نداره مثل کرزه واری با ده سال در ارگ بندیش میسازی؟ نمیتانه برای عرض ما بشنوید در جغرافیایی که به نام افغانستان ما زندگی میکنیم کلش یک ملت افغان مسلمان است وحدت ملی حکم قرآن است برای یک مسلمان برای نقشه کل افغانستان ما تراژیدی ۳ سی و پنج سالی که دگرا سر ما ای را تحمیل کرده یک گانه ای کشتی شکسته را وحدت ملی به شرطی که تمام افغانستان که در این جغرافیا برادروار به حکم قرآن یک دست شوند این کشتی شکسته را میتونه برای هدف ملی برسانه او وقت که افغان یک جای شد ببخشین من به ادب نیستم نه پدر آی اس چیزی که میتونه نه ایران نه امریکایی نه دیگه ای بیلی اکره، ایلی اکره. موږ باید اول د زان خلاص کو ځان وو پیژه افغان یو دې دست استخبارات قرار گرفتن امروز 48 استخبارات پشت هر دروازه تاس نیست بلد. پس اسم عمی... طالبان ابلاخره به مخالفان سیاسی اینجا با چه معنا دقیقا این ها دست استخبارات قرار گرفتن چیزی که شما این از غنی پرسان کنیم که به تفصیل <applause> بگویم مگر ما طرفدار بخاطر است که ما صلح میقایم ما امنیت می خواهد. اما آیا صلح به خواست میشه تامین شود یا اینکه باید میکانیزم و به خاطر نه به عذر نمیشه هم به عذر گرفتن نمیشه با عذر نمیشه به منطق افغانی میشه به منطق اسلامی میشه ما شکر چهره های در افغانستان داریم اقوام است روحانیون است قومی مشران دی سیاسیون دی چه دی دغه توانایی لری چه صلح راولی پدی شرط که که پر... پریگ پریدی حکومت جدی تصمیم لیری او استخباراتو تا افغان ملت یولاس شی در غیر از او باز تکرار میکنم که آی آیسای در افغانستان صلح نمیخواه آبادی نمیخواه یک افغانستان قوی به خاطر نمیخواه که تجزیه میشه بله تشکر آقای نیازی دقیقا چند پیش آقای کرزه زمان که رئیس جمهور افغانستان بود گفت که تأمین صلح در افغانستان فقط میشه از طریق آمریکا و پاکستان در افغانستان تأمین شود خب شما قبلا ذکر کردین پس این خواست رئیس جمهور غنی به چه معنا که بیاین به بر پروسه بین الافغانی شما بپیوندین اول خوب یک چیز عرض کنم که صحبت های غیر مسئولانه و غیر بی افغانستان افغانستان به بحران برد ایرا بیاییم بدانیم که صحبت های طالبانی در افغانستان به خیر مردم افغانستان در 13 سال نبود به شکل مستقیم و غیر مستقیم به نمایندگی از طالب در میزه ها صحبت شد و افغانستان به بحران رفت مهمان گرامی نگرامی سپاس شما بینیده های عزیز تشکر شما هم تا برنامه بعد شما را بلای بینی از بسیمانه